بیش از 108 میلیارد آدمیزاد تا کنون در این سیاره زندگی کرده که سرنوشت همگی اونها در نهایت بر مبنای تحولات درون این سیاره رقم خورده. اما چنانچه روزی عاملی فرازمینی نیز به این معادله افزوده بشه، سرنوشت تمام آدم‌ها و تمام موجودات زنده و غیر زنده و حتی سرنوشت این کره خاکی رو هم تغییر خواهد داد. به این دانستنی‌های جهان ما از کیهان لندن خوش آمدید. آیا ما در هستی تنهاییم؟ کافیست به آسمان بگریم تا جایی که چشمان ما با ابزار و بدون ابزار توان دیدن دارند، اجرام آسمانی یافت می شود که هنوز دانش بسیار اندکی از آنها داریم. سامانه خورشیدی یا منظومه شمسی ما تنها بخشی از یک کهکشان است به نام راه شیری. میلیاردها کهکشان دیگر نیز در هستی وجود دارند. فقط در کهکشان راه شیری ما وجود تا 250 میلیارد ستاره تخمین زده می شود. هر یک می توانند برای خود سامانه‌ای پر از سیارات همانند سامانه خورشیدی ما داشته باشند. بر پایه اطلاعات دریافتی از تلسکوپ فضایی کپلر، فقط در کهکشان راه شیری خودمان در حدود 40 میلیارد سیاره همسایز زمین داریم که در کمربند حیات سامانه خود قرار گرفتند. کمربند حیات را میتوان محدوده فاصله‌ای در هر سامانه ستاره‌ای دانست که شرایط جوی و دمایی برای رشد و زندگی جانداران در سیارات داخل محدوده مهیاست. در این 40 میلیارد احتمالاً 11 میلیاردشان به دور ستاره‌ای همانند خورشید ما میگردند. اما ممکن است سرنوشت همه آنها مانند زمین ما در دستان یک گول سرخ باشد. بر مبنای آنچه امروز می‌دانیم، در هر سامانه ستاره‌ای ستاره منبعی برای تأمین انرژی اجرام آسمانی دیگر در آن سامانه است. هر ستاره جسم آسمانی درخشانی که مرکز تولید انرژی در سامانه است دارای عمر مشخصی است. برای نمونه خورشید ما همکنون در 4.6 میلیارد سالگی زندگی خود به سر می‌برد و در حدود 5 میلیارد سال دیگر عمر خواهد کرد. ولی پس از پایان عمر چه بر سر این ستاره خواهد آمد؟ سوز و گداز بر روی یک ستاره از واکنشی به نام گداخت هسته‌ای یا همجوشی هسته‌ای حاصل می‌شود. در این فرایند که عکس فرایند شکافت هسته‌ای است، هسته‌های سبک‌تری مانند هیدروژن با یکدیگر ترکیب شده و عناصر سنگین می‌سازند. در حالی که در شکافت هسته‌ای این عناصر سنگین مانند اورانیوم و پلوتونیوم هستند که به عناصر سبک‌تر تبدیل می‌شوند. همجوشی هسته‌ای در ستاره ما در پی ادغام هسته‌های سبک هیدروژن در هسته ستاره روی می‌دهد و نتیجه آن هلیوم در سطح آن است. در واقع نه تنها زندگی ما آدم‌ها، بلکه تمام جانداران دیگر زمین به هیدروژن موجود در هسته خورشید گره خورده. انرژی بسیار زیاد حاصل از همجوشی هسته‌ای در خورشید در نهایت پس از طی مسافت 149 میلیون کیلومتر به زمین میرسد. همجوشی هسته‌ای در دمای بسیار بالا روی می‌دهد، زیرا هسته‌های سبک هیدروژن در شرایط عادی تن به ادغام با یکدیگر نمی‌دهند. این دما ممکن است تا 100 میلیون درجه باشد. هیدروژن در این دمای بسیار بالا به جای شکل گازی خود در حالت پلاسما قرار می گیرد و وقتی هسته های آن با یکدیگر ترکیب شوند از خود هلیوم بر جای می گذارد. هسته خورشید مملو از هیدروژن بوده و دما در آن آنقدر بالاست که شرایط برای فرایند فیوژن یا همجوشی هسته هیدروژن مهیا می شود.
اما اگر زمانی احتمالاً در 5 میلیارد سال آینده هیدروژن کافی به عنوان سوخت لازم برای فیوژن در هسته ستاره وجود نداشته باشد و هلیوم به جای مانده از میلیاردها سال فرایند همجوشی هسته‌ای جای هیدروژن را پر کرده باشد، دمای ستاره به شدت افت خواهد کرد. با این حال هنوز مقداری هیدروژن در سطح ستاره باقی مانده که میتواند وارد فرایند همجوشی هسته‌ای شود. اما با سردتر شدن ستاره شرایط برای فیوژن مهیا نیست. در پی عدم رخداد همجوشی هسته‌ای و متعاقباً سردتر شدن دمای ستاره از چند میلیون درجه به چند هزار، ستاره کوچک و کوچکتر خواهد شد و لایه‌های تشکیل دهنده آن بر اثر جاذبه شدید به سمت درون کشیده می‌شوند. با انقباض ستاره، حالا هیدروژن قابل توجهی که در سطح و دور از هسته مرکزی ستاره بوده به هسته نزدیک می شود. در عین اینکه دمای لایه‌ها نیز بر اثر این انقباض گرم‌تر می‌شوند، شرایط دوباره برای همجوشی هسته‌ای، این بار برای هیدروژن موجود در لایه‌های بیرونی آماده می‌گردد. با شروع فرایند فیوژن، این بار در سطح، در واقع پوسته ستاره شروع به سوختن می‌کند. گرمای حاصل از این اتفاق باعث انبساط ستاره می شود و آن را بزرگتر خواهد کرد. ستاره در این حالت حتی بزرگتر از اندازه دوران پیشین زندگی خود خواهد شد. همچنین بسیار درخشانتر. این ستاره حالا یک غول سرخ است. ممکن است چند هزار تا یک میلیارد سال عمر یک غول سرخ به طول بیانجامد، تا زمانی که هیدروژن موجود کاملاً به هلیوم تبدیل شود. آنچه برای ما که میلیاردها سال از مواهب رایگان خورشید استفاده کرده ایم اهمیت دارد، اتفاقات بعد از تبدیل ستاره به غول سرخ خواهد بود. درخشندگی بیش از حد تا 50% بیشتر از حالت عادی و بزرگتر شدن ستاره از علائم مشخصه غول‌های سرخ است. علت نامگذاری آنها به غول سرخ نیز همین است. این درخشش بیش از حد می تواند تمام آب موجود در سیاره ما را تبخیر کند و شرایط را برای زندگی در سیاره ما از بین ببرد. همچنین بزرگتر شدن غول سرخ ممکن است تا به جایی ادامه پیدا کند که اجرام آسمانی اطراف مدار خود را مانند زمین ما ببلعد. از طرف دیگر، از آنجایی که خورشید در مرحله غول سرخ بخش قابل توجهی از جرم خود را به تدریج از دست خواهد داد، پس نیروی گرانش کمتری هم نسبت به قبل ایجاد می کند. گرانش ضعیفتر مدار سیارات حول آن را بزرگتر از امروز خواهد کرد. سیارات ممکن است آنقدر دور شوند که رفته رفته از منطقه تحت تأثیر جاذبه خورشید فراتر روند. آیا در صورت چنین رویدادی، زمینی که با دور شدن از خورشید بسیار سرد خواهد شد، ممکن است وارد فضای بین ستاره‌ای شده و تبدیل به سیاره‌ای سرگردان در فضا شود؟ سرنوشتی نامعلوم برای همه سیاراتی که مانند ما میلیاردها سال از انرژی ستارگان سامانه خود بهره بردند.